درود بر شما. به فراسو، تحلیل سیاسی ایران شهر خوش آمدید. در فراسوی 24 مرداد خواهید دید رفتن هوک و آمدن آبرامز چه پیامی دارد؟ رئیس مجلس و پرونده های عظیم فساد. اعدام می کنیم پس هستیم. با ما در این برنامه همراه باشید. رفتن هوک و آمدن آبرامز چه پیامی دارد؟ از خبرهای مهمی که در ارتباط با ایران در صحنه سیاست آمریکا اتفاق افتاد، استعفای برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران بود که بلافاصله چهره ای شناخته شده از حزب جمهوری خواه به نام الیوت آبرامز به جای او معرفی گردید. این خبر برای ما ایرانیان طبیعتاً دارای اهمیت است و نکته مهم این تغییر بیش از هر چیز در این است که این جابجایی در 3 ماهه پایانی دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ دارای چه پیام و مفهومی میتواند باشد. در ظاهر امر، برایان هوک که در راستای سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی هر آنچه را که از او در وزارت امور خارجه خواسته شده و خود نیز بدان اعتقاد داشته انجام داده. بنابراین برای چه چیز این تغییر صورت گرفته است؟ هوک پس از کنار کشیدن از سمت خود از سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه رژیم اسلامی دفاع کرد و سیاست او را در این زمینه فوق‌العاده توصیف نمود. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز از دوره فعالیت برایان هوک در سمت ریاست بخش ایران وزارت امور خارجه تشکر کرد و عملکرد او را به خاطر کسب نتایج به زعم او تاریخی در مقابل با رژیم ایران ستود. برایان هوک نیز در آخرین سخنان رسمی خود گفت حکومت اسلامی که اکنون با بدترین بحران اقتصادی در تاریخ 41 ساله خود روبروست و دلیل آن هم این است که رژیم فاسد جمهوری اسلامی از مردم خود می‌دزدد. فشار حداکثری ما مانع دسترسی این رژیم به پولهای کلان شد که آن را برای تروریسم صرف می‌کرد. او اضافه کرد مردم ایران و آمریکا مشترکات بسیار زیادی دارند. ملت ایران شعار مرگ بر آمریکا سر نمی‌دهند، بلکه این رژیم ایران است. من امیدوار روزی هستم که مردم ایران حکومتی داشته باشند که نماینده خود آنها باشد. آینده ایران به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. با این تعریف به نظر می رسد هر دو طرف، یعنی برایان هوک که استعفا داده و وزارت امور خارجه آمریکا که استعفای او را پذیرفته، با همان ادبیات پیشین و همان قدرت از بزرگترین هدف دولت ترامپ علیه ایران، یعنی فشار حداکثری، به طور کامل دفاع می کنند. اما تنها 3 ماه مانده به دوره نهایی انتخابات آمریکا، چرا این تغییر صورت گرفته نکته قابل پرسشی است. الیوت آبرامز، این سیاستمدار کهنه‌کار، اما چه ویژگی نسبت به برایان هوک جوان سالتر دارد؟ تفاوتی که در کارنامه سیاسی آبرامز میتواند نسبت به هوک مشخص‌تر باشد، عملگرا بودن او و تجربه سیاسی اوست. این دو ویژگی به نظر میرسد در روزها و ماهای آتی برای دونالد ترامپ بسیار حائز اهمیت باشد که بر حفظ هوک نکوشید و آبرامز را مأمور امور ایران کرد. اما پرسش این است که در این مدت کوتاه باقی مانده چه چیز تعیین کننده ای قرار است رخ بدهد؟ تا کنون سخنی از آبرامز پس از اعلام پست تازه او منتشر نشده، اما طبق سنت دیپلماتیک او قطعا در یک گفتگو و یا در یک کنفرانس دیدگاه های خود را با آغاز عهده‌داری این مقام مطرح خواهد کرد. چیزی که از پرونده و تجربه او می شود به دست داد این است که او تجارب مهمی در دولت های جمهوری خواه از زمان رونالد ریگان تا به بعد دارد. بنا به گفته دانیل ماریاچین، مدیر بنی بریت، آقای آبرامز با داشتن کارنامه طولانی در مبارزه با هواداران و فعال تروریسم به ویژه ایران، از شایستگی های لازم برای ایفای مأموریت محوله برخوردار است. همچنین سارا اشترن، بنیانگذار و رئیس بنیاد امت، نیز گفته است که الیوت آبرامز دیپلمات مجرب در مذاکره و برخوردار از توانایی‌های خارق العاده است. در کنار این موارد بد نیست سخنی از خود الیوت آبرامز را هم ذکر کنیم که در زمان رقابت انتخاباتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی عنوان کرد
او در آن زمان گفته بود من ترجیح می دهم که رئیسی برنده انتخابات باشد، چرا که او چهره واقعی رژیم ایران را بهتر معرفی می کند. رئیس مجلس و پرونده های عظیم فساد. اگر گفته شود یکی از ابردزدان اموال عمومی و ثروت ملی به ریاست مجلس رسیده و به ریش ملت می‌خندد، حرفی گزاف و اغراق‌آمیز نیست. پرونده‌های او در شهرداری تهران نمونه بارز انواع فساد مالی و توزیع املاک تهران به قیمت بدون محاسبه کارشناسان و سپردن آنها به اسم خواستان خود است. این موارد تنها گوشه های افشا شده از سوء استفاده و فساد اداری اوست و با چنین سابقه ای قطعاً موارد فساد مالی او بیش از این است. در بررسی هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد مشخص شد که شهرداری تهران در زمان قالیباف بیش از 1,100,000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش 2,200,000,000 تومان را به 100 شخص حقوقی و 150 شخص حقیقی واگذار کرده است. بنا به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، این حجم عظیم از فساد و خلاف تنها در شهرداری تهران از قالیباف سر زده و می شود تصور کرد در گوشه های دیگر از زندگی شغلی و خصوصی این خلافکار اعظم که امروز به عنوان نماینده اول تهران به ریاست مجلس تکیه زده چقدر می تواند زیادتر از این موارد باشد. چیزی که هست این سردار سپاهی از نزدیکان بیت رهبری است و کسی را در سیستم قضایی جرأت آن نیست که او را به خاطر این فجایع مالی به دادگاه بکشاند. حالا البته او در ریاست مجلس از مسئولیت برخوردار است، اما قبل از این هم او از بابت این دزدی‌ها و فسادهای گسترده ترسی از دستگیری و بازداشت نداشت، چون گفته می‌شود شخص مجتبی خامنه‌ای با او همدست است و پشت او ایستاده است. پرونده قالیباف در شهرداری چندین بار بر سر زبان‌ها افتاد و حتی دادستان کل کشور محمد جعفری منتظری نیز در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از تخلف قطعی در این نهاد خبر داد. او گفت که در مجموع 45 نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته اند که باید این املاک بازگردانده شود. اما حرف دادستان کشور هم در برابر نفوذ قالیباف نتوانست کاری از پیش ببرد. برعکس، همان زمان یک نشریه حوزه معماری با مدیریت یاشار سلطانی به خاطر افشای زد و بندهای قالیباف و فروش املاک بدون مجوز، همچنین رو کردن پولهای اهدای هنگفت به همسرش از صندوق شهرداری تهران به زندان افتاد. حالا ظاهرن کسی موی دماغ قالیباف در مجلس شده که از جنس خود رژیم است و گوشه هایی از فساد مالی او را دوباره به جریان انداخته. مصطفی میرسلیم به عنوان یک اصولگرای سنتی که به مجلس راه یافته و انتظار داشت بر کرسی ریاست مجلس بنشیند، نه به خاطر طرفداری از قانون و مردم، بلکه به خاطر کنار گذاشتنش از ریاست مجلس و سهم‌خواهی از سفره مجلس، پا در کفش قالیباف کرده و تا کنون یک نماینده پیشین مجلس را به خاطر دریافت 65 میلیارد تومانی در ارتباط با پرونده شهرداری را به زندان کشانده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوره تصدی محمد قالیباف گفت یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است. او اضافه کرد درباره اتهام رشوه 65 میلیارد تومانی شهرداری دوران قالیباف قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد و این پرونده تازه در ابتدای راه است. اما مصطفی میرسلیم که گویا قصد ندارد دست از سر قالیباف بردارد گفته است مدارکی علیه خلافکاری های قالیباف در دست دارد که اصل مدارک را به قوه قضاییه تحویل داده است. با این پرونده بسیار بزرگی که قالیباف با آن به عنوان شهردار تهران فروش شهرت یافته، اوضاع حکومت اسلامی چنان بی حساب و کتاب و به اصطلاح قحط الرجال است
که فردی با فساد کلان را به بالاترین مقام در قوه قانونگذاری نشانده اند. قالیباف تنها یک نمونه از قدرت مافیایی در ارکان نظام اسلامی است. نمونه ها فراوان است. در همین دوره قالیباف در شهرداری اکنون یکی از معاونان شناخته شده اش به نام عیسی شریفی که سابقه فرماندهی در جبهه را دارد به خاطر دزدی و حیف و میل هزاران میلیارد تومان در زندان به سر میبرد. از طرفی پس از قالیباف محمد علی نجفی جایش نشست که به خاطر پرونده های بزرگ فساد مالی دوره قالیباف به بهانه بیماری ناچار به استعفا شد و در نهایت با یک قتل سراپا رازآمیز همکنون در زندان به سر میبرد. این سیکل دزدی و جنایت و اختلاس و انواع فجایع جنسی مدیران چندین دهه است که با رژیم اسلامی در خاک ایران تکرار می شود و وضعیت کشور و مردم را به جایی کشانده که راه چاره اش را می باید در کنار یکدیگر بیابند. اعدام می کنیم پس هستیم. از اعدام ها در جمهوری اسلامی بارها سخن گفته ایم. ماشین اعدام در حکومتی که در کلام خود را به خاطر اسلامی بودنش رعوف و با گذشت می داند هیچگاه از حرکت باز نایستاده. رژیم برای اینکه به هر نحو و از هر طریق ممکن بتواند خود را در قدرت حفظ کند هر سال صدها نفر را به اتهام‌های گوناگون به جوخه‌های اعدام می‌سپارد و زندگی عموماً جوانان را به نیستی و مرگ می‌کشاند. از نظر رفتار خونخواهانه و بی‌گذشت جمهوری اسلامی شاید بتوان این حکومت را با گروه کمونیستی ماویستی خمرهای سرخ در کامبوج مقایسه کرد، با این تفاوت که میزان کشتار در این دو رژیم همسان نیست. اما از آنجایی که پیامی جز مرگ برای شهروندان تحت حاکمیت خود نداشته و ندارد به هم نزدیکند. یکی دارای ایدئولوژی دهقانی ماویستی و دیگری اسلامی از نوع شیعه آخرالزمانی. در هر دو بازگشت به گذشته مشهود بوده و هست. اولی ایده بازگشت اجباری به روستا و زندگی دهقانی را با کشتار پیش میبرد، چرا که شهرنشینان را در دایره تنگ ایدئولوژیشان وابسته به امپریالیزم و جاسوس میدانست و همین یعنی مرگ بیچون و چرا. در دومی بازگشت به الگوهای زندگی 1400 سال قبل با تمام آیینش، مانند نادیده گرفتن حقوق ابتدایی زنان، سنگسار، نمازهای اجباری در محل کار و ده ها نکته دیگر که بازگشت به نوع زندگی به سبک سنت‌های عموماً عربی را اجباری کرد. جان هزاران نفر از مردم چه در خیابان و زندان و چه با جرم‌های بسیار کوچکی که حتی چند ماه زندان نیز برای آن زیاد بوده گرفته شد و همچنان می‌شود. در چند ماه اخیر به خصوص در دوره کرونا که رژیم به خاطر شرایط روبه متلاشی شدنش مدام کابوس قیام سراسری مردم را می‌بیند، تعداد اعدام ها را به خاطر ترساندن مردم از به میدان آمدنشان زیادتر از گذشته کرده است. رژیم در همین چند ماهای اخیر افراد زیادی را با اتهام های غیر سیاسی اعدام کرده و تعداد زیاد دیگری را با جرم سیاسی به جوخه اعدام سپرده است. در همین کمتر از دو ماهای اخیر به جز 8 جوانی که به خاطر شرکت در اعتراض های آبان 98 و دیماه 96 در انتظار اعدام به سر میبرند، دو هفته قبل مرد جوانی به نام مصطفی صالحی به خاطر اینکه حاضر نشده بود زیر شکنجه اتهام وارده بازجویان اطلاعات را بپذیرد و به اعتراف تلویزیونی تن در دهد اعدام شد. او به خاطر حضور در تظاهرات دیماه 96 دستگیر شده بود و دارای همسر و دو فرزند است. عکس کودکان او در کنار تصویر بزرگ پدر اعدام شده که آویخته به خانه ناتمامشان است با استاب زیادی در فضای مجازی داشت و عموم مردم را به شدت آزرده و خشمگین کرده است. پیش از او دو جوان کرد در شهر ارومیه به نامهای دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله با اتهام سیاسی اعدام شدند. همینطور مرد جوانی در مشهد به خاطر نوشیدن الکل جانش گرفته شد و خبر اعدام او نیز بازتاب جهانی یافت. در همین روزها نیز حکومت در تدارک یک اعدام دیگر است. حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که زیر شکنجه های شدید به اعتراف های غیر واقعی و طبق سناریوی شکنجه گرانش تنداد منتظر اعدام است.
شراره صالحی همسر این جوان کرد در یک پیام ویدیویی از مردم کمک خواسته تا از طریق فشار فضای مجازی مانع از اعدام همسرش شوند. او با چشمانی گریان تقاضا می کرد که فرزندانش را بی پدر نکنید. این همه اعدام تازه بخش اندک و شناخته شده از اعدام هایی است که در همین دو ماه اخیر اتفاق افتاده و یا قرار است اجرا شود. پرسیدنی است جمهوری جنایت تا کی خواهد توانست به این همه اجحاف به کرامت انسانی زندگی را از دیگران بگیرد؟ پاسخ بی تردید آن است تا زمانی که بتواند. هیچ راه خارجی یا درون حکومتی برای پایان دادن به ادامه این چرخه جنایت وجود ندارد. امید مردم برای پایان بخشیدن به چرخه وحشت خود مردمند. این تنها چیزی است که رژیم از آن وحشت دارد. بینندگان گرامی متشکریم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. اگر این برنامه را پسندید یا برنامه‌های دیگر ما را میپسندید، لطفاً دکمه لایک و فالو فراموش نشود. منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید و تا برنامه بعدی بدرود.